خداوند بخشنده مهربان دوستان شما را خوش آمدید میگم و سلسله دروس سینه انترپرایز ورژن بند 5.0 پیمان نوری هستم برادر کوچکتان در خدمتتان. قسمی که شما دوستان در جریان هستین، ما در جلسه نخست معلومات انفورمیشن درباره خود کمپانی سیسکو گرفتیم و در این جلسه قرار است ما براتون رودمپ خود سینه را براتون نشان بدم و همچنان اولش بریم ببینیم کدام تابکا را ما شما باید در این دوره بخیر کاور کنیم که کاملا مشکل اوتن بیس باشه. میام داخل وب براوزر خود در قسمت URL تایپ میگیریم www.cisco.com، داخل وبسایت کمپانی سیسکو میشیم، پایین میم به قسمت Learning Certification کلیک میکنیم و بعدا پایین میم باز هم قسمت Explore All Certification در این قسمت شما کلیک میکنیم، میم پایین کدام پیپر سیسکو را ما شما میخواندیم CCNA بالای سر از این کلیک میکنیم که جزئیاتش برای ما نشان داده شود. میم به طرف پایین میتونیم ایجا هم کلیک کنیم. خب پایین میم در قسمت Getting Started، در قسمت Getting Started که آمدیم پایین میم اینجا چی نشته است؟ Download the Exam Blueprint. Blueprint شما کلیک میکنیم کنوم افضایش برای شما نشان داده شود به خاطر دانلود کردن. بعدا میم در این قسمت پایین میتونیم شما Download Complete List of Topic in PDF Format این را میتونیم دانلود کنیم و در اینجا اونمو 6 دومینه که CCNA داره را میتونین شما ببینین و همچنان مقدار فیصدی سوالات که داخل اگزم می. از قسمت نتورک فندمنتال دوستا 20% سوال می. از قسمت نتورک اکسس کس از دومین نتورک اکسس 20% سوال می. از قسمت IP کنکتیویتی 25% سوال، IP سرویس 10 سوال و از قسمت سیکیوریتی فندمنتال 15% البته سوال ها می. و از قسمت اتوماسیون اند پروگرامبیلیتی که هست 10% سوال ها داخل اگزم سین از این قسمت می. خب ما ایران فعلا کار نداریم، شش دومین خواستم براتون معلومات بدم و دیتیل معلومات باز میریم در قسمت خود افتایی میبینیم. بالای سر از این کلیک میکنیم این دانلود، بعد این رو اوپن میگین دوستا، این هم از CCNA Enterprise Outline‌اش که فعلا اپدیت ترین CCNA که وجود داره اینم CCNA Enterprise. CCNA exam نمبرش که هست 2301 است و کدام ورژن است فعلا CCNA؟ CCNA ورژن 1.0. در این قسمت بر ما خود کمپانی سیسکو یک دیسکریپشن گذاشته که میگه شما وقتی که میخواین امتحان بدین بعض معلومات بسیار مهم است. CCNA ورژن 1.0 فعلا اپدیت ترین CCNA 2301 exam نمبرش است. وقتی که شما دارین داخل امتحان از 120 دقیقه و بعض معلومات دیگه است که خود شما میتونید برین ببینین و کدام نالج شما داشته باشین بخاطر از اینکه امتحان از پاس کنین این نالج داشته باشین. شاید بگین استاد چه رقم داستان است، میریم میبینیم که اولین دومینش به نام نتورک فاندامنتالز است که دومین اول می باشه. 20% سوالات داخل اگزم CCNA از این قسمت می که موضوع را متوجه باشین در این دومین ما کدام تاپیک ها یا کدام موضوعات ها می خوانیم. در این دومین که ما معمولا همون کمپوننت های خود یک شبکه کمپیوتری را می خوانیم و یا هم به زبان ساده تر براتون بگویم داخل یک نتورک ما کدام دیوایس ها را می داشته باشیم یا یک آی تی با کدام دیوایس ها سر کار می داشته باشه، مثل راوتر است، مثل یک تول الکتریسی باشه، است نکست جنریشن فایروال، آی پی اس، آی دی اس، اکسس پوینت، دیگه کنترلر ها می داشته باشیم داخل یک نتورک ما شما اند پوینت است، سرور است و بعض از مفاهیم و کانسپت های دیگه که می باشه ما شما ان شاء الله اونا رو هم دمی دومین ما شما کاورش میکنیم میخوانیم ان شاء الله. ما نمیخوایم که البته تمام تاپیکا رو براتون دانه دانه نام بگیریم نشان بدم، بعد از این لکچر که درس ما شروع میشه اون مو تاپیکای را که ما شما میخوانیم ان شاء الله تمامش رو به شکل هایلایت میکنیم، بعد از هایلایت میریم اون مو تاپیکا را دیگه کاور میکنیم و بعضی از موضوعات دیگه که در این دومین ما می داشته باشیم مثل کانسپت پی وی است و بعضی دیزاین هایی است که خود کمپانی سیسکو جور کرده مثل تو تایر، تری تایر و دیزاین اسپاین لیف است، همچنان وان تکنولوژی اس او اچ او داریم ما شما، آن پرومایس سن کلاود، اینی موضوعات ما شما در این دومین می خوانیم و دیگه خود کیبلنگ است که ما شما کیبلنگ می خوانیم و بعضی ترابل شوت هایی که در قسمت کیبلنگ ما شما می داشته باشیم اونها را انجام می دیم، کمپر کردن خود تی سی پی با یو دی پی است و تکنولوژی آی پی ورژن 4 هم میخوانیم با آی پی ورژن 6 و همچنان بعض موضوعات بیشتر دیگه که میداشته باشه و بیسیک، البته وایرلس ما شما کانسپت هم میخوانیم که اس اس آی دی چی است، چینل ها، آر اف، انکریپشن، بیسیک کانسپت ورچوالایزیشن هم ما شما میخوانیم که کدام تایپ ها را میداشته باشه ورچوالایزیشن، تایپ یک دوره ان شاء الله دمی دوره کاور میکنیم میخوانیم و با کانسپت های مثل ماک لرنینگ، دیگه فرم سوچینگ، فرم فلوتینگ، ماک استیبل، نتورک اکسس است که دومین دوم ماست. 20 سوال هم داخل امتحان CCNA
از این قسمت ما در این دومین ما معمولا کانسپت های مثل دیفال ویلن، کنکتیویتی، ترنک پورت، A0.1Q، کلوات کانفیگریشن هست، نتی ویلن، اونو تاپک هایی که دسکرایب نشنه باشه، دسکرایب ما تفضیلات نشریات دا بارش میتیم و اون تاپک هایی که معمولا کانفیگر نشنه باشه ما کانفیگرش میکنیم، مثل اکسس پورت، دیتا انوایس و دیفال ویرن از کنکتیویتی است، تمام اینا که هسته باید کانفیگر شود. و یا هم گفتم میتونم چرنگ پورت ایزی رو دادن کیو پروتوکول های که البته با خاطر تگینگ استفاده میکنم نتی ویرن است و پروتوکول های مثل سی دی پی و ری دی پی را میخوانه که با خاطر نیورشپ دیسکاوری استفاده میشه ازشان و همچنان استی پی را. مینی بعدی که از دوستا آی پی کنکتیویتی است که دومین سوم میباشه که 25% سوال ها، یعنی زیادترین سوال ها از این قسمت داخل اگزام سیسینی میایه و تاپک هایی که معمولا در این قسمت می باشه بیشتر موضوعات راوتینگ داخل از آی پی کنکتیویتی گنجانیده شده داخل می دیگه دومین مثل راوتینگ پروتکل کد، پریفیکس، نت ماسک، نکست هاب، ادمینستریتیو دیستنس، متریک. این موضوعات ما شما ان شاء الله میخونه و استاتیک راوتینگ است که ما شما داخلش دیفالت راوت، نتورک راوت، هاست راوت، فلوتینگ استاتیک کار میکنه با استفاده از تکنولوژی فور و با استفاده از تکنولوژی شش و همچنان براوتن پروتکل و SPF ها که SPF ورژن دور ما شما میخوانیم این که نیبر اجنسی چی رقم صورت میگیره پوینت تو پوینت دیگه دیار بی دیار و بعض راوتر آیدی و مسائل دیگه است و دومین بعدی که است البته IP سرویس است که دومین 4 میباشه و همچنان 10% سوالا داخل اگزم از این قسمت می که در این دومین ما بیشتر با بعض پروتکل هاست مثل NAT کانفیگریشن میکنیم وریفیکیشن میکنیم البته NTPS پروتکل مثل SNMP، DHCP، مثل DNS، Quality of Service، Per-Hub Behavior دیگه این تاپک هاست که ما شما میخواهیم انشالله اون تاپک هایی که مربوط کانفیگریشن میشه کانفیگر میکنیم شما تاپک هایی که دسکرایب هست یعنی توضیحات تشریحات هست انشالله در بارش توضیحات تشریحات هم میتیم و دومین بعدی که هست یا دومین پنجم Security Fundamentals هست که البته 15% سوالات داخل اگزم از این قسمت میه که در این دومین ما با کانسپت های سیکیوریتی آشنا میشیم که ترت چی هست، Vulnerability، Exploit و همچنان ای که ما در مقابل تهدیدات که می باشه ما کارمندای خود چگونه آگاهی میتیم که تهدیدات چگونه می باشن و مسائل است و همچنان ای که ما دیوایس خود چگونه سیکیور می سازیم و مثلا وی پی ان است ما اکسس لیست در این قسمت می خوانیم البته کانفیگریشن خود دی سی پی سنوپنگ است داینامیک آرپ انسپکشن این موضوعات ما شما البته کانفیگر میکنیم بخاطر از اینکه مثلا ما سوچ خود بتانیم سیکیور بسازیم تریپل سرور ما شما میخوانیم کانسپتش ای یا دبلیو پی ای تو را میخوانیم ای که چگونه ما پروتکت میکنیم خود وای فای خود وام من بعدی که از اتوماسیون اون پروگرامبلیتی است که دومین ششمی می باشه البته دفعه سه سوالای سینه اگزامش که سازمین قسمت می دارید دومین ما کلا کانسپت های نتورک پروگرامینگ می خوانیم و ای که البته با مفاهیم بیسیک نتورک پروگرامینگ ما شما آشنا میشیم موضوعات مثل اتوماسیون امپکت نتورک منیجمنت همچنان تریدیشنال نتورک ها و کنترلر بیس نتورک ها و ای که از اکسای از نقطه مرکزی ما دیوایس خود چگونه کنترل میکنیم توسط یک دیوایس مثل دی ان اس سنتر موضوعات مثل ای پی آی ها است که ما شما میخوانیم و کانسپت های مثل اوورلی اندرلی فبریک همچنان گفتم میتونیم گرس بیس ای پی آی ها یا اکشن کرود دیگه اینی تاپ کارا میخوانیم پاپ چیف انزیبل جاوا اسکریپت ابجکت نوتیشن نه فرمت است که ان شاء الله میخوانیم آخرین تاپک ما می جیسون است و یه از آوتلاین سی سی ان انترپرایز ورژن 1.0 بود دوستا که شما رفتین دیدیم دیگه ان شاء الله تمامش ما شما به شکل آوتلاین بیسش کاور میکنیم که در جای کسین دوستا خوب و خوش صحتمند سر حال باشین ما را از دعایتون فراموش نکنید. For securing your network, join ACDI Afghanistan Cyber Defense Intelligence.